در آغاز سپید پوش چونان سنبله های بلند بنفش، همزاد و روشن پاک و پر نور چونان آوازهای چوپانان سرخوش از راه که آمدی، چیزی در گوشه ای زیباترین غزلها را به تردستی دلوانه ها و بازی رنگ ها چشمان مرموز دزدان ای را به تمرین نشست. پیچکی سبز آرام آرام راه خود می پیمود و سالیان بلند خالی خیش بالا می رفت. نگاهت از آن شب ریشه های پیچک سبز را چنان حرارتی داد که هنوز از ساقه هایش شیره گل سرخ می چکد. چشمان نمناکت را می ترسم اگر همیشه عشق تمرین سرخوش روزهای بی تو بودن باشد. میمانم با این نوازش های همواره، میمانم با این دلتنگی های مدام، با این نازهای دورا دور میمانم. همیشه دری را نیمه باز میگذارم برای آمدنت، همیشه دلم را برای دلت تنها نگه میدارم. سلام سلام سلام، آخرین قسمت فصل چهارم کتاب باز شروع شد. آقای مهران مدیری، کارگردان، بازیگر، مجری، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، خواننده و خیلی به کتاب باز خوش اومدید. خیلی ممنون، متشکرم. ارادتمندم، ما خیلی خوشحالیم که مهمان آخرین برنامه فصل چهارم کتاب باز شماییم. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین. ممنون از شما و عوامل که من رو دعوت کردیم و چقدر این برنامه رو دوست دارم و دوست داشتم که باشم. خیلی باعث خوشحالی که شما برنامه رو دوست دارین. به نظرتون ادامه بدیم کتاب باز و فصلهای بعدی هم؟ حتما. این برنامه است که به نظرم میتونه سالهای سال ادامه داشته باشه و همینطور مفید باشه. این موضوعی که هیچ وقت تمامی نداره. ما راستش خودمونم خیلی به این برنامه دلبسته و علاقه‌مند شدیم. همه تیم که مثل یه خانواده شدیم. این که شما هم میگین خب دلگرمیمون رو بیشتر میکنه. شعری که اول برنامه خوندین شاعرش کیه؟ خودم. واقعا؟ بله. من چرا نمیدونستم شما شعر میگین؟ نپرسیده بودی. شعرها راجبش یه مختصری بگم اگر اصلا جذاب باشه برای مردم. در واقع از نوجوانی شروع میشه، سه دوره داره: دوره نوجوانی، دوران جنگ و تا به امروز، که اصلا شعرهای جنگ مختص جنگه و اصلا اونجا گفته شده خیلیاش در اون دوره و در خود جنگ. نوجوانی هم که نوجوانی است و عاشقانه هایی که اگه بشه اسمشو گذاشت تا به امروز. من در طول این همه سال واقعا نمیدونستم شعر میگیم و خیلی برام جالب بود. و اینکه از نوجوانی و چرا پس شعرها رو هیچ وقت برام نمیخونم؟ چاپ میشه به زودی، فکر میکنم تا یک ماه دیگه
و همراه با سی دی، یعنی کتابی است که سی دی هم داره که خودم میخونم و موسیقیش هم خودم کار میکنم. تا حالا توی اجراهایی که داشتین موسیقی از شعرهای خودتون هم خوندین؟ نه هرگز. و قصد خوندنش هم نداری؟ نه، چون تلخن و اصلا خصوصیت ترانه رو ندارن برای خوندن. چه جوری به شعر و شعر گفتن علاقه‌مند شدین؟ یعنی از کی به شعر گفتن؟ میدونم از نوجوانی آره. بوده، ولی با چه شاعرهایی مانوس بودین؟ چه شعرهایی میخوندین؟ کی اولین شعر رو گفتین؟ شعر نمیدونم، از یادم نیست از چه زمانی واقعا، ولی خیلی زیاد میخوندم. من شاعر اولم لورکاس و شاملوست و شروع کردم به آثار خیلی خیلی مهم در زمین شعر خوندنش، یعنی و بعد میتونم بگم مثلا حفظیات شعریم هم زیاده. مثلا من تمام خیام رو حفظم، بخش عمده ای از حافظ و سعدی رو حفظم، لورکا رو کامل حفظم، همه کارهاش رو، بخش مهمی از شاملو رو حفظم، دو سوم آثارش رو، شاید نیمایوشیج رو به طور کامل حفظم، مادام شیمبورسکایا رو حفظم، عرض کنم که لنگستن هیوز رو حفظم، مثلا مارگوس بیگل رو حفظم. خیلی خوب شعر میخونین. خیلی خیلی خوب شعر میخونین. قربانت. یعنی آدم لذت میبره و کیف میکنه از شعر خوندن. اصولا حافظه خوبی دارین؟ آره؟ نه، الان ازم بپرس که زور چی خوردین؟ زور چی خوردین شما؟ نمیدونم، باید فکر کنم، خیلی فکر کنم، ممکنم یادم هم نیاد. شاید هم دلیلش اینه که اصلا نهار نخوردم. نه واقعا، ولی حفظیات شعریم همیشه خوب بوده، چون من حافظه شنیداریم خوب نیست، یعنی مثلا خیلی فکر میکنم که سازگی همینجوری شدم یکی دو ساله، خیلی وقتا فکر میکنم که چی گفت، حتی اسم مثلا این چی بود، هی فکر میکنم، ولی حافظه تصویریم قوی تره. تمام مدتی که داشتین این بخش آخر، من نصف ذهنم درگیر این بود که زور چی خوردم. ببین، و منم یادم نیومد، فقط یه فرقی با هم داریم، شباهتمون اینه که هیچ کدوممون یادمون نیست زور چی خوردیم، تفاوتمون اینه که من شعرم حفظ نیستم. خسته نباشید. فقط اون بخشی که یاد، ولی واقعا امروز زور چی خوردم جدی یادم نمیاد. من چون نخوردم مهم نیست. آها، من یادم اومد. خب بگو. من یادم اومد صبح نیم رو خوردم و ظهر مرغ خوردم. اشتهات هم از دست دادی؟ آره، اصلا خیلی کم خوراک شدم. شما وقتی که بچه بودین براتون قصه میگفتن؟ بله، من روح شاد یک شوهر خاله داشتم، او شاهنامه میخوند و با همون بیان مدل نقالی، و وقتی که میومدن خونه ما مثلا شبها واقعا یکی از دلخوشیهای بزرگم بود که کنارش بشینم، و من رو هم خیلی دوست داشت، من خیلی کوچیک بودم، شاید 6-7 سالم بود، و این تمام داستانهای شاهنامه رو برای من با همون بیان خاص خودش نقل میکرد، و بعد شروع شد به کتابخانی، قصه خانی، کارای یادم صمد بهرنگی رو، همه رو که خیلی هاشم یادمه که و خیلی دوست داشتم، و حالا کتاب هایی که مصطلح برای بچه ها که زمان ما بود، و اینها رو خیلی دوست داشتم. کسی هم براتون غیر از شوهر خاله، کسی دیگه ای هم؟ چون میخوام ببینم اینکه اینقدر خوب روایت میکنید، اینکه اینقدر خوب صحبت میکنید، اینکه این از کجاها اومده؟ آیا مثلا در ژن آدمه، یه چیزیه که در آدم به ودیعه نهاده شده است، یا میشه آدم کسب بکنه، اکتسابی باشه؟ من این بخش رو احساس میکنم از مادرم به ارث بردم، چون مادرم با سن بالایی که داره خیلی شعر حفظه و تمام آثار صادق هدایت رو خونده، تمام آثار بزرگ علوی رو خونده، اینا رو خیلی دوست داشت، داستانهای ایرانی رو، و من خیلی وقتا ازش میپرسم که اصلا کی فرصت میکردی
با اون زندگی که ما داشتیم، یعنی حالا زندگی خیلی مناسبی نداشتیم ما از نظر مالی، و میان اون همه کار و سختی و بزرگ کردن بچه و امکاناتی که اون موقع وجود نداشت، اصلا کی فرصت کردی اینا رو بخونی؟ یه ذره همیشه برام حیرت انگیز بوده این موضوع. ولی او هم حفظیات شعری بسیار قوی داره و ادبیات رو هم همینطور بسیار دوست داره و خونده، خیلی خونده. من از یه جایی فهمیدم که این از مادرم بیشتر به ارث رسیده این موضوع، و حالا بعدش هم دیگه خوندن و اکتسابی شما خودتون برای فرهاد و شهرزاد قصه میخوندین، میگفتین، تعریف، یعنی اون چیزی رو که از مادر گرفتین منتقل کردین به فرزندان؟ آره آره، تا اونجایی که میرسیدم، به خاطر کار زیاد همیشه من فکر میکنم هر دو بچه ها رو میس کردم، تایمای طولانی کودکیشون رو، نوجوانیشون رو، و پشیمانم خیلی، یعنی دوست داشتم که تو اون دوران بیشتر کنارشون بودم و بیشتر لذت میبردم از کودکیشون و اونها هم از حضور. ولی خب گرفتن، چون من الان شهرزاد رو نمیدونم ولی با فرهاد خوشبختانه گاهی در ارتباط هستم، واقعا تو موسیقی بسیار خوب موسیقی رو میشناسه. آره. نوازنده خیلی خوبیه. آره، ولی تنها کاری که تونستم بکنم اینه که عادتشون بدم به کتابخانی. یعنی فرهاد خیلی کوچیک بود و یک کتابخونه خیلی بزرگ و مهم داشت، نه به لحاظ تزیین، میخوند واقعا، کتاب میخوند. شهرزاد هم همینطور، و اینا خیلی با کتاب بزرگ شدن، با ادبیات، با مطالعه بزرگ شدن. من یه چیزی بگم برای بیننده ها که سال 1377 که من در خدمت آقای مدیری بودم و برنامه 77 رو ضبط می‌کردیم، یه بخشی بود که ما بهش می‌گفتیم موسیقی کلاسیک، یادتون هست که همه با هم می‌شستیم، ما نوازنده های یک در واقع ارکستری بودین و شما رهبرش بودین و موسیقی هایی پخش می‌شد و خیلی قطعات خوبی هم بود، و اتفاقا چیزی که می‌گفتین خوبه که مردم اینا رو بشنون. بله. و درباره تک تک این موسیقی ها برای ما صحبت میکردین و مثلا میگفتین که این اجراش، اجرای خوبش اینه، یه اجرای دیگه هم داره اینجوریه، و من یادمه که همیشه تعجب میکردم که این همه اطلاعات از موسیقی از کجا دارین؟ برادر بزرگ من محسن پیانیست بود و نقاش، که هنوز هم به این کار مشغوله. در نتیجه توی ما دو تا اتاق داشتیم، یه اتاق پایین بود که خودمون توش زندگی میکردیم، پله‌های سنگی میخورد میرفت بالا، یه اتاق هم بالا بود بهش میگفتیم مهمون خونه، کتاب خونه محسن و لوازم نقاشیش و پیانوش تو این فضا بود، یعنی اتاق بالا اینها بود، و موسیقی کلاسیک به طور عجیب غریب، یعنی ما صفحه داشتیم، صدها صفحه، و من از شاید 4-5 سالگی موسیقی کلاسیک رو حفظ شدم و عاشقش شدم، و این موضوع تا به امروز ادامه داره. برای همین خیلی خوب میشناسم موسیقی کلاسیک رو، خیلی خوب میشناسم و تمام آثار رو میتونم حرف بزنم راجبش، میتونم حتی اجراهای درجه یکش رو بگم. آره، میگم اون موقع هم برای ما از اجراهای مختلف و تفاوت‌هاش. آره، مال چه کسانیه، مال چه سالیه، کدوم رهبر، تخصصش کدوم، آهنگسازه، کدوم پیانیست، کدوم ویولونیست، کدوم نوازنده اوبوا، کدوم ویولونسل، این رو خیلی خوب میدونم، و هر وقت هم میرم اونور هنوز شبها میتونید من رو در ارکستر سمفونیک پیدا کنید. یعنی مردم میرن اونور، میرن چیز، من میرم ارکستر سمفونیک و اجراهای خیلی بزرگ مهم دیدم و میشناسم و دوست دارم دیگه. ما یه دفعه با هم رفتیم سی دی خریدیم، مطمئنم یادتون نیست ولی من خوب یادم مونده. از سی دی خریدیم؟ آره، سی دی موسیقی با هم خریدیم، و علت این که من خیلی خوب یادم مونده، من اینکه ناهارم و کلی فکر کردم، اگه گفتین که چی بود؟ یعنی چیه؟ کلاسیکه؟ نه، موسیقی کلاسیک خریدیم، ولی فکر میکنین چرا من خوب یادم مونده؟ یعنی یه نکته ای داشت، خیلی خریدین.
خیلی خریدم. آره خیلی سیدی گفتم. آه چقدر سیدی. همه رو گرفتین و خب خیلی خوبه دیگه. آره سیدی. موسیقی کلاسیک و نقاشی. موسیقی کلاسیک در حد خیلی دوست دارم یه برنامه باشه راجبش حرف بزنم که مردم. خب الان هست. الان بگین آهنگساز مورد علاقتون کیه؟ چه جور موسیقی هایی گوش میکنین؟ چون که ما تو این برنامه میگیم مطالعه فقط کتاب خوندن نیست. گوش کردن به موسیقی هم مطالعه است. دیدن نقاشی هم مطالعه است. حرف زدن هم مطالعه است. نگاه کردن هم مطالعه است. سفر رفتن هم مطالعه است. اگر اینا رو از یه فیلتری عبور کنه و تو دل آدم، تو وجود آدم بشینه همش مطالعه است. نمیدونم موافق هستی؟ کاملا بله. سوالت چی بود؟ سوالم این بود که آهنگسازایی که دوست دارین، موسیقیایی که دوست دارین. قطعا اول باخ و موسیقی دوران باروک و اساسا اون نوع موسیقی و اون دوران و اون تم. ولی خب غیر از دوران باروک میتونم بگم مثلا خیلی دوست دارم ماهلر رو، خیلی دوست دارم چایکوفسکی رو، خیلی دوست دارم شوپن رو. خب و خیلی هایی که اصلا نمیشه کسی باشه که دوستش نداشته باشی. یعنی نمیشه اولویت بندی کرد مثلا من بگم راجع به بتوون بیشتر حرف بزنم یا راخمانینوف. این چیزی که جهان بسیار عظیم عمیقه که نمیشه ترجیح داد. ولی میتونم اولی نفر رو باخ رو اسم ببرم، چون اصلا به نظرم این موسیقی آدمیزاد نیست، انگار که الهام می شده. چون می دونی باخ 5000 اثر داره. همین چقدر زیاد. آره. و همه گوشنواز. آره ببین 5000 اثر شوخی نیست. بتوون مثلا 9 تا سمفونی داره، مثلا چند تا کنسرتو پیانو داره، کنسرتو ویولون داره. یه مجموعه مثلا شاید 40 تاییه، 50 تاییه. یا خیلی از آهنگسازای دیگه 50 تا 60 تا اون پرکاراشون آثار مهم دارن. باخ 5000 اثر داره که 3000 تاش در طول تاریخ از بین رفته و چیزی که وجود داره 2000 اثر. شنیدم که اینا رو نمی ساخته به عنوان اینکه یک اثر عجیب غریبی برای کلیسایی که اونجا در واقع آهنگسازی میکرده، برای کلیسا یه قطعاتی رو مینوشته میذاشته برای کلیسا. یعنی به نظر خودش داشته یه کار خیلی متداول و متعارفی میکرده که تو کلیسا اجرا بشه. ببین به طور طبیعی اگر بخوای به لحاظ زمانی هم حساب کنی که باخ مثلا 70 و چند سال عمر کرد، اصلا نوشتن 5000 اثر اونم اینقدر پیچیده، یعنی موسیقی باخ موسیقی پولیفونیکه، چند صداییه، خیلی فرق میکنه با نوع موسیقی کلاسیک دیگه. اگر بخوای هیچی نخوری و شبانه روز بنویسی باز 5000 تا نمیشه. این به نظرم جاری بوده و این قلم فقط مینوشته، یعنی فکر نمیکرده که حالا هارمونی این، حالا ملودی این، حالا اینجا سازای زهی رو اضافه کنم، حالا اینجا بادی ها رو. انگار یه چیز جاری، انگار موزارت هم همین شکلی بوده، نه به لحاظ تعداد اثر، به لحاظ الهامات موسیقی. و برای همینه که باخ شگفت انگیزه دیگه در موسیقی کلاسیک. آقای مدیر چرا همیشه یه بالش میذارین رو پاتون؟ من برای اینکه چیز دوست دارم همیشه یه بالش رو پام باشه. دوست دارم یه بالش رو پس منم یه آره آره بذار ببین چقدر خوبه اصلا اینجوری آره یادم یه ذره تکه میده. نه دیدم که چقدر نوتارم داشتین راحت. آره شکم رو میپوشونه بعد میشه فشارش داد. ولی چیزه فکر کنم من جای دیگه برم بگم من دوست دارم یه بالش رو پام باشه، بگن نه بالش رو بذار پشته. ولی حالا آره. الان که هست که درباره نقاشی هم میخواستین صحبت کنیم. آره به خاطر برادرم که نقاش هم بود و همیشه رنگ و بوم و قلم و سپایه و اینها توی اون اتاق بالا بود. هم نقاش بودم و هم پیانیست. آره و من از بچگی باز با نقاشی هم خیلی آشنا شدم. کتابخونه‌ای که برادرم داشت وقتی نبود خب
من کوچیک بودم نمیشد خیلی دست بزنم به کتابا، حساس بود. فیواشکی میرفتم، وقتی نبود میرفتم سراغ کتابا و آثار دالی، آثار امپرسیونیست ها، آثار چه میدونم مختلف از نقاشان مختلف رو میدیدم و خیلی دوست داشتم. تصویرسازی بزرگی بود برام، خصوصا دیدن آثار دالی به خاطر اون شکل سورئالیستیش خیلی برام تصویرهای عجیب داشت و تخیل منو انگار به شدت به کار مینداخت. ولی خودم عاشق امپرسیونیست هم در نقاشی، دگا، نمیدونم اون مدل اون نوع از نقاشی و نورپردازی رو خیلی دوست دارم. رنوار، تولوز لوتریک. بله، لوتریک، رنوار، ون گوگ. امیدوارم که کسایی که آقای مدیری رو دوست دارن، اگه دوست داشتن، باخ هم گوش کنن، نقاشی های دگار و ادگار دگار رو ببینن، نقاشی های تولوز لوتریک رو ببینن، نقاشی های سزان رو ببینن. بله، خیلی خوبه. راجع به این اگه فرصتی شد حرف میزنم، که یعنی پیشنهادامو میدم به عالی، به ما مخاطبین، به ما آدم. بخش بعدی رو با پیشنهادهای شما شروع خواهیم کرد. الان چای میل دارین یا دمنوش یا هر دو یا هیچ؟ شام دارم. چون نهارم نخوردم. نه شوخی میکنم، حرف بزنیم. میخواین شامو چای. نه شام که حتما. چای؟ چای. دمنوش نه؟ نه. الان چای میخوریم، تازه یه دمنوش هم بعدش میخوریم. باشه. چایی عالی، چایی لبسوز، لبدوز، لبرنگ، لبریز. میگن باید چایی این چهار تا مشخصه رو داشته باشه. داشته باشه. عرضم بزرگتون که پیشنهاداتتون رو بفرمایید برای مطالعه، حالا هر نوع مطالعه‌ای. اصلا شما اهل سفر هستین؟ خیلی. بله، مسافرت های یعنی دوست سفر رو جزء برنامه زندگی. خیلی. بفرمایید لطفا پیشنهادات رو. خیلی ممنون. پیشنهاد ببین، برنامه‌ای که الان درش هستیم، موضوع اصلیش کتابه و مطالعه است، که مطالعه همونجور که گفتی شامل خیلی چیزا هست، که به نظر من بخش بزرگیش شامل کتاب، موسیقی، شعر و معاشرت، یعنی گفتگو با آدم ها. ما سال هاست که دیگه با هم حرف نمیزنیم. قدیم دعوت می شدیم به مهمانی، یعنی یه دوستی زنگ می زد می گفت امشب می خواهیم جمع شیم، میای؟ بله. می رفتیم، 7-8 نفر آدم بودیم، حرف می زدیم راجع به فلسفه، راجع به سیاست، راجع به ادبیات، راجع به علاقمون. الان زنگ می زنن امشب جمع شدیم بیا، اصلا معنیش معلومه، نمیریم. تنها چیزی که زده نمیشه حرفه توی معاشرت ها، و انگار که میریم خودمون رو تخلیه کنیم و یه جور نمیدونم اسمش چیه. یک مسئله ای که به نظرم دنیا رو فرا گرفته، دوری از همین چند تا چیزی است که من عرض کردم. همه دنیا، این مختص ایران نیست. شما، من یه وقتایی مثلا سفر میکنم اونور، توی رستوران میشنم و شگفت انگیزه و نگاه میکنم به آدم ها، نه اینکه فضولی کنم، ولی از این جنبه نگاه میکنم یواشکی و میبینم که یک خانواده 4 نفری، یک پدر مادر و 2 فرزند اومدن نشستن میز بغلی برای اینکه نهار بخورن یا شام بخورن. این 4 تا از لحظه که میشینن هر کدوم یه موبایل دارن،
و توشن و این نهار رو بارسون میاره میذاره، اینا همجوری میخورن و بعد تموم میشه، بعد همجوری هستن، بعد حساب میکنن. بعد اگر بگی یک کلمه اینا با هم در طول این یک ساعتی که نشستن اینجا حرف میزدن نمیزن. اصلا شما برای چی اومدین بیرون با هم نهار؟ خب هر کی میتونست بره نهار خودشو، اصلا برای چی با هم اومدین بیرون؟ و این همه دنیاست. تو ایران هم همینه. اینا رو انقدر باید بگیم انگار که بگیم که این خیلی فاجعه است. یعنی ما متوجه کاری که میکنیم نیستیم. یه زوج میان میشینن همینجوریه. یه خانواده 6 نفری میان میشینن همینجوریه. نه نهار میفهمن که چی خوردن اصلا. نه همدیگر رو میفهمن. نه با هم حرف میزنن. یکی تو گیمه. داره ایمیلاشو چک میکنه، اون یکی داره تو اینستاگرام میبینه چه خبره. جهان از یه جایی به واسطه یه تکنولوژی که خدا لعنت کنه مخترعشو، اصلا نابود شد. ما نابود شدیم، متوجه نیستیم. ما فکر میکنیم تکنولوژی کمک کرده به روابط، کمک کرده به دونستن اخبار، کمک کرده به خیلی چیزا. اینکه تو هر چیزی رو در جهان میخوای دو تا اینجوری میکنی و مطلبش میاد بالا. پزشکیه، نمیدونم، تکنیکال، ادبیات، یه چیزی میخوای پیدا کنی، هم در دسترسه. در نتیجه این، من هنوز نمیدونم این حسنه یا ضعفه، یا ضعف تکنولوژیه. این یه بحث مفصله. در نتیجه این ذهن انسان رو و روابط اجتماعی آدم رو میبره به یه جهتی که تو دیگه تکلیفش معلومه. داری میبینی دنیا چه شکلیه. ایران هم شامل همینه، شاید یه ذره بدتر. برای اینکه هر وقت دارم زیاد حرف میزنم بگین نه، من تو این به شدت دغدغه خودم هم هست و جوابی براش ندارم. یه چیزایی رو بگم، چیزایی که دغدغه‌ام. این تیکر رو تموم کنم. بله بله بله. اما ایران اوضاعش بدتره، به خاطر اینکه باز توی سفرهایی که اونور دارم به همون اندازه که این چیزایی که گفتم رو میبینم، به همون اندازه هم میبینم توی هر کافی شاپی که میری یه عده آدم نشستن یه قهوه جلوشونه و دارن کتاب میخونن. کجا اینجوریه گفتین؟ همه جای دنیا. آه. یعنی خیلی کشورهای اروپایی این شکلیه. اصلا جاهایی دارن و مردم یه تایم‌های عصر برای مطالعه دارن. یعنی هر روز ساعت 5 مثلا بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر که میری، خیلی از مراکز خرید، خیلی از کافی شاپ ها، خیلی از رستوران ها و یه تعداد کتاب هم اونجاست به دیوار. یک ساعت مطالعه میکنن، قهوه شون رو میخورن و میرن. اینا رو هم داره. یعنی یه چیزی که من تو سفر دیدم، خیلی میان تو سفر میان استراحت میکنن، صندلی میذارن، یه آفتابگیری میذارن، دارن کتاب میخونن. تو لزوما تمام مدت نمیدونن این ور اون ور. آره، تو مترو کتاب میخونن، توی اوقات بیکاریشون کتاب میخونن. یعنی این همیشه همراهشونه. چرا اینجوریه؟ تو حرفتو بزن تا بعد من این حرف رو یه کم دیگه ادامه بدم که من حرفی که سوالمه و چیز در واقع خیلی بهش فکر میکنم اینه که خیلی به طور قاطع نمیتونم بگم تکنولوژی بده و خدا لعنت کنه مخترع اولی که اصلا تکنولوژی، برای اینکه نمیدونم که خوبه یا بده. برای اینکه من فکر میکنم که یه موقعی ماشین وجود نداشت و ما میدویدیم، عضلات اون خیلی قوی تر از الان بود، الان ضعیف تریم و
ولی مگه میشه منکر محاسن ماشین شد؟ میدونین یعنی هر چیزی که ما به دست میاریم متاسفانه یه چیزایی رو از دست میدیم، ولی خب اون یه ضعفایی داشته که ما به این سمت و سو اومدیم و تلاش کردیم اینو به دست بیاریم. یه فیلمیه که حتما دیدین، کارگردانش فیلمساز مورد علاقه هر دوی ما وودی آلن، نیمه شب در پاریس. شخصیت این فیلم خیلی دلش میخواد که برگرده به پاریس اوائل قرن بیست، چون اوائل قرن بیست تمام بزرگان و در واقع چهره های تابناک قرن بیست خیلیشون تو پاریس جمع بودن. همینگوی بوده، نمیدونم پیکاسو بوده، گرتود استاین بوده، و این آرزوشه که با اینا مواجه بشه و در نیمه شبی سوار ماشینی میشه و میره به پاریس اوائل قرن بیست. اونجا وقتی اونا رو میبینه، دوست میبینه که اینا همشون دلشون میخواد برن به اواخر قرن 19، جایی که مثلا گوگن و ونگوگ و سزان و اینا هستن. میره اونجا و میبینه که اونا حالا همشون دلشون میخواد که برن به دوره رنسانس، جایی که بزرگان رو انگار آدمیزاد همیشه از وضعیت موجودش دلایلی داره برای نارضایتی. نه، دلیلش این نیست. دلیلش اینه که انسان هرچی از طبیعت خودش دورتر میشه مشکلاتش بیشتر میشه. هرچی به گذشته برمیگردی انسان به طبیعت خودش نزدیکتره. برای همینه که موسیقی دوران باروک انقدر نابه، برای اینکه به طبیعی ترین شکل ممکنه. معماری دوران گوتیک، معماری دوران باروک اینقدر بی همتاست به خاطر اینکه به طبیعت خودش نزدیکتره. سقف‌های بسیار بلند، نور طبیعی بسیار زیاد، شکل معماری. برای همینه که دوران رنسانس اینقدر عجیب و نابه، برای اینکه به انسان در اون زمان به طبیعت خودش نزدیکتره. ما هیچ ربطی دیگه به طبیعت خودمون نداریم. به واسطه تکنولوژی و به واسطه دوران و شکل سیاست و شکل روابط اجتماعی که داریم زندگی میکنیم، دلیلش اینه. به طبیعت اولیه شباهت نداریم، ولی به زمانه خودمون شباهت داریم. خب حرفم اینه، زمانه خودمون زمانه خوبی نیست دیگه. یعنی من... تو ببین، قدیمتر از این ما راحتتر، خوشحالتر، دوست داشتنی تر روابطمون، مسائلمون، آرامشمون و خیلی چیزا مگه بیشتر نبود؟ مگه غیر از اینه؟ یه ذره بهتون اختلاف نظر دارم، طوری که نیست که. نه اشکالی نداره. من فکر می‌کنم هر وقت ما به گذشته فکر می‌کنیم، یا من اینجوریم، خوبیای گذشته رو یادمون میاد، بدیاش رو فراموش میکنیم. هر وقت وضع موجودمون رو داریم نگاه میکنیم، خوبیامو خودمون رو نمیبینیم. و از الان مثلا من الان یادم میره که چقدر خوبه که موبایل رو دارم. بابا موبایل خیلی چیزا بر من ایجاد کرده، اینو یادم میره. ولی نمیدونم نون سنگک قدیمی هر، یعنی من فکر کنم همیشه خوبی بوده. بعدی نه من اهل نوستالژیک بازی نیستم. آها. که بگم کاش همون قدیم بود، نون سنگک بود، کاش صابونا همون شکلی بود، کاش بود. نه، منظورم کلیات چیزی است که ما رو میسازه. یه شکل قدیم وجود داره، درش یه شکل جدید، نه برای ایران، برای همه دنیا. مضراتش بیشتره. اصلا نمیشه منکر خوبی های موبایل شد، یا کتری برقی، یا مثلا دوربین های جدید، یا هر چی. ولی یعنی بالانس نیست. اون مضرات این خیلی بیشتره تا. بله، ما رو از واقعا از طبیعت و اون اصلمون موافقم که دور کرد. یه کمی فاصله گرفتیم و دور شدیم. راجب اون چیزی که حرف اولی که داشتیم میزدی، من یه ذره کامل ترش کنم. سرانه مطالعه در کشور، من تو دوره همین مدام اینو میگم چون به نظرم موضوع مهمیه.
راجب کتاب و مطالعه تا اونجایی که بتونم میگم و بارها هم اینو گفتم، سرانه مطالعه در کشور ما چقدره؟ اینو باید تو بدونی چون برنامه کتاب باز رو داری. اینقدر آمار متعدد و متاسفانه غیر موثقی هست که اون بالاترینه چقدره؟ حالا من هی میخوام از نمیدونم تفره برم، شما هم موندین روی نمیدونم راستش. مثلا 12 دقیقه در سال خوبه؟ بیشتره. بیشتره؟ فکر میکنم بیشتر. 12 دقیقه در سال نه بیشتره. 60 دقیقه در سال خوبه؟ بد نیست. بیشتر نیست. مطمئن باش کمتره. چون آمارش هست، وجود داره. من نمیخوام بگم اون آماره رو چون که ممکنه اشتباه کنم، اما یه چیزی زیر 20 دقیقه است. حالا اصلا گیریم که 60 دقیقه در سال. یه چیزی رو میخوام به مردم بگم. ما منکر، یعنی همه میدونیم که چه مشکلات عجیب غریبی داریم تو کشورم. من در برنامه دور همی هم مدام اینو میگم، انتقادهامو میکنم از مسئولین، از کسایی که موظفن به درست کردن خیلی چیزا و و و هزار تا چیز. اما اینجا میخوام یه نکته‌ای رو بگم که دیگه به خودمون مربوطه. انسان معلوماتش رو از کجا میاره؟ من جواب بدم؟ نه، میگم انسان معلوماتش رو از کجا میاره؟ اینو میخوام که هر آدمی از خودش سوال کنه. من معلوماتم رو از کجا میارم؟ یه بخشیش توی روابط شکل میگیره، تو اجتماع، توی مدرسه شکل میگیره، یه بخشیش توی خانواده شکل میگیره، ولی عمدش از یه سنی به بالا دیگه شخصیه. من معلوماتم رو از مطالعه میگیرم. خب روابط اجتماعی ما که وضعش اینه، همه دارن همو تیکه تیکه میکنن، در جشنواره فجر، در اینستاگرام، در همسایه ها، در ترافیک، مردم، آدم ها، فامیل، اجتماع. چی روابط اجتماعی رو اصلاح میکنه؟ معلومات. روابط سیاسی و موضوعات سیاسی رو چی اصلاح میکنه؟ معلومات. اصلاً آزادی و دموکراسی از کجا میاد؟ اینکه یک حاکمیتی بیاد آزادی و دموکراسی بده به مردم؟ برعکس این معادله، مردم این رو میگیرند، آزادی و دموکراسی رو به دست میارن. با چی؟ با فرهنگ، با روابط اجتماعی، با شناخت سیاسی. این از کجا میاد؟ از مطالعه، از مجموعه مطالعه و آگاهی تو با آزادی و دموکراسی دست پیدا میکنی. اصلا خودش میاد. تو به روابط اجتماعی سالم دست پیدا میکنی، تو به روابط خانوادگی خوب دست پیدا میکنی. آخه نمیشه من هیچ کاری در زندگیم نکنم بعد همه چی خوب باشه؟ روابط خانوادگیم خوب باشه، اجتماع هم خوب باشه، مسائل سیاسی کشورم خوب باشه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ اینا همه برآمده از آگاهی عمومی اجتماعه و این به دست نمیاد مگر با موسیقی، با شعر، با کتاب، با فرهنگ، با مطالعه، با آموزش صحیح به بچه ها، با درست رفتار کردن در محیط زیست، در هزار تا چیز دیگه. اینه که من توی دوره همی دوستان رو میارم بالا. من نمیخوام کسی رو آزار بدم از مردم. میگم حافظ، میگم سعدی، میگم داستایوفسکی، میگم بتوون. میگم خب آخه چی پس؟ آخه یه چیزی بگو. میدونی این خیلی فاجعه است و این خیلی برای همینه که یک جامعه ای هم به لحاظ سیاسی مشکل پیدا میکنه، هم به لحاظ فرهنگی مشکل پیدا میکنه. این میشه روزگارش. میگم من همیشه در
در واقع اون کسایی که مسئولن حرف میزنم، ولی این به نظرم همون اندازه مهمه، شاید هم یه ذره بیشتر، که من برای خودم چیکار میکنم و مطالبات من چیه و این مطالبات از آگاهی میاد. آگاهی از کجا میاد؟ وقتی هیچ کاری نمیکنم همین میشه. امیدوارم که بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر موسیقی گوش کنیم، بیشتر نقاشی ببینیم، بیشتر با هم حرف بزنیم. گوشی تلفن همراهمون رو ازش بهتر استفاده بکنیم. میشه ازش بهتر استفاده کرد، بهتر استفاده بکنیم. امیدوارم مواظب محیط زیست باشیم، هم برای خودمون، هم برای نسلهای بعدی، هم برای مردم جنوب، هم برای مردم شمال، برای تمام مردم سرزمینمون و مردم جهان. امیدوارم که زباله ها رو تفکیک بکنیم، توی طبیعت نریزیم، مواظب حیوانات باشیم، مواظب سالمندان باشیم، مواظب بچه ها باشیم، مواظب خودمون باشیم، مواظب دوستامون باشیم، مواظب همکارامون باشیم، مواظب همدیگه باشیم، با هم مخالف باشیم. اگر مواظب همینا که میگی خیلی جذاب، اگر مواظب خودمون باشیم همینا درست میشه. یعنی هر کسی اگر مواظب خودش باشه و مواظب اینجاش باشه، همه چی درست میشه دیگه. همه افراد میشن همین شکلی و همه چیز میشه بهشت. من زیاده گویی کردم، برنامه کتاب، بیا راجب کتاب حرف بزنیم. راجب کتاب حرف میزنیم، ولی من میخوام یه دفعه هم شما را دعوت کنم خونمون. تازه گفتیم چه مدتی دوره هم جمع نمیشیم، یه شب یه قضای آره خوشمزه. آره با تو میشه حرف زد، میشه واقعا. آره مرغ عالی و مرغ دوست داری؟ بله. تو زورم مرغ گفتی خوردی؟ مگه شما مرغ دوست نداری؟ چرا نه، میگم مرغ یعنی دوست، مرغ دوست داری؟ صبح تخم مرغ میخوری، زور مرغ یعنی آره دوست داری؟ خیلی مرغ بعد چیزه، ماهی هم بدم نمیاد، اصلا خیلی به خوردن خوابیدن علاقه داری. خیلی میخوای من نیام خونتون با... مزاحم میشم؟ نه نه، چون میخوای بخوری و بخوابی اینا. نه یه چیزه، اذیت نشی، مهمون میاد غذای بهتری انشالله دور هم میخوریم. عرضم به حضورتون که توی بخش بعدی که من میخوام درباره کتاب حرف بزنیم، نویسنده های مورد علاقتون حرف بزنیم و سیر مطالعاتی که داشتین، ولی یه سوالی هم اونجا میکنم یا میخواینم الان بپرسم، اینکه اصلا کار نمایش رو چجوری شروع کردین؟ رادیو، تئاتر، چی شد؟ از کی شروع شد؟ الان بگیم یا بریم بخش رو؟ بزنین از همینجا بگیم. کار تئاتر به طور حرفه‌ای از سال 63 63 35 سال پیش که حدود 14-15 تا کار صحنه است که آخریش هملت بود و کیسه بوکس آقای علی مؤذنی. این دوتا کاری بود که دیگه بعدش نتونستم تئاتر کار کنم. یعنی سال 68 وارد رادیو شدم. هملت آقای قطب الدین صادقی. بله. سال 68 وارد رادیو شدم و بعد 70 هملت بود که آخرین کار تئاترم بود. اصلا چی شد که تئاتر کار کردی؟ تو یک نمایشی توی مدرسه، وقتی که بچه‌ها خیلی کوچولوان، مثلا دوم ابتدایی شاید، یه روز یکی نیومد منو گذاشتن جاش. یعنی انگار یه تئاتر، بچه‌ها توی مدرسه ابتدایی تئاتر کار می‌کردن، یکی نیومد روز اجرا، منو گفتن تو بیا اینو اجرا کن. اصلا یادم هم نیست چی بود و چه جوری بود، و بعد بازیگر منتخب شدم تو اون کاره. مال 8 سالگیه دیگه. هیچ اتفاقی نیفتاد و اصلا فراموش شد اینا، تا دوران بالاتر از مثلا راهنما یا دبیرستان که
به طور خیلی اتفاقی یکی از دوستانم که هر جا هست یادش به خیر باشه به نام بهروز سلیمی، او کارگردانی میکرد و به من پیشنهاد داد که بیا یه کاری رو با هم اجرا کنیم که یه گروهی شدیم که این کار رو انجام دادیم و دیگه شروع شد. یعنی بعد رفتیم اجرای سنگلج، بعد رفتیم تئاتر شهر و دیگه حرفه‌ای شد ماجرا تا سال 70. توی اون هملت اگر اشتباه نکنم رضا عطاران هم توی همون بازی کرده، درسته؟ هملت بازیگران مشخصش خب میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، حمید لیقوانی، سرکار خانم که گرترود رو بازی میکردن، سعید آقاخانی بود، رضا عطاران بود، فرهاد اصلانی بود، خانم آزیتا حاجیان بود که اوفیلیا رو بازی میکرد و اینها رو یادمه. شما لایرتیس بود؟ بله. درسته. و فکر کنم هنوزم خانم شمسی فضل‌اللهی، فکر کنم هنوزم دیالوگای هملت رو حفظی. من کل هملت رو حفظم، کل کتاب هملت رو، همه کاراکترها رو از اول تا آخر. اینقدر علاقه دارین به شکسپیر و نمایش نامه هملت؟ بله، اصلا شکسپیر رو که چیکارش کنه آدم اصلا، مگه میشه؟ واقعا بعد از این همه سال هنوز دیالوگا رو حفظی؟ همه هملت رو، نه فقط بخش خودم رو، کل کتاب. آقای مدیری هایتونی یه بخشی از هملت هم تو همون 77 بازسازی کردیم. آره. مونولوگ معروفش بود بودن یا نبودن، مسئله این است با محمد رضا هدایتی اینا. آره. آیا شریفتر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات به جنگ برخیزیم؟ مردن، خفتن و شاید خواب دیدن آهمان همینجاست. آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم درون آن رویاهای مرگباری را می‌بینیم. ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار را اینقدر طولانی می‌کند. زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه می‌تواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعون جابر، تکبر متکبر، دردهای عشق شکست خورده و رنج‌هایی که لایقان صبور از دست نالایقان می‌بینند تن به تحمل دهد؟ تفکر و تعقل ما همه را ترسو می کند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط آمیز توأم گردد رنگ باخته صلابت خود را از دست می دهد و به مثابه همین خیالات بلند عمر مصیبت بار اینقدر طولانی می شود. من فکر کنم شما باید از این دو بخش. مرسی. من اینو زیادگویی نکردم چون فکر می کنم این مونولوگ همیشه هر زمانی قابل شنیدنه و قابل تعمقه، برای این گفتمش تو این برنامه مناسبه. داشتم اینو میگفتم که فکر کنم از این به بعد هر فصل یه کتاب باز باید بیاین. هر فصل کتاب باز میشه سالی یه بار. با عشق، با کمال میل. قربون شما برم، میرم دو تا من میرم دو تا دمنوش بیارم که بعد از چای دمنوش خیلی میچسبه. از شام خبری نیست. تا حالا نشده بودم بعد از چای دمنوش میچسبه. چیز دیگه، بعد از دمنوش چای دوباره میخوریم. تو شام خبری نیست. خبری نیست. اوکی، فهمیدم. آقای مدیری، من الان که رفته بودم این دمنوشا رو بیارم، آقای رضاییان تهیه کننده برنامه گفت یه بار دیگه هم قول بگیر که آقای مدیری فصل بعدم بیان کتاب باز. قول میدم. آقای رضاییان قول دادن. خلاص. عرضم به حضورتون که از کتاب‌های تاثیرگذار زندگیتون لطفاً به ما بگین از کودکی تا امروز. بله. یعنی نام ببرم ها؟ مشخصا باشه. بله. اگه دوست دارین دربارش صحبت کنم. من حالا ادبیات روس، ادبیات فرانسه، ادبیات خاور دور. من داستایوفسکی رو میدونم که خیلی علاقه دارین بهش. این یکی رو میدونم. خب. بقیه رو بگی. بله. ولی نه به طور ویژه. اه؟ آره.
به طور ویژه، مگه کسی خاصی هست که بگین به طور ویژه؟ تولستوی. من فکر میکردم داستایوفسکی. تشریح و شخصیت پردازی که تولستوی از آدمهاش داره بی نظیره، شگفت انگیزه. و دو تا از کتاب های بسیار تاثیرگذار از تولستوی هن. ادبیات روس به نظرم یه کمی گردن کلفت‌تره از ادبیات فرانسه یا امریکا. این قول‌های مثل تولستوی، مثل تورگنیف، مثل داستایوفسکی، مثل گوگول، مثل این آدم‌ها، دو تا کتاب تاثیرگذار که تو مقاطع مختلف زندگی، چند تا کتاب مسیر زندگی منو عوض کردن. یکیش یک داستان کوتاه از تولستوی به نام مرگ ایوان ایلیچ که خیلی تأثیر گذاشت از یه سنی روی من، و یکیش باز آنا کارنین. جان شیفته رومن رولان. جان کریستوف نه؟ چرا؟ جان کریستوف حتما، ولی جان شیفته میدونی تو هر دورانی به اقتضای حس و حالی که داری و سنی که داری یک کتابی، دو تا کتاب تأثیر بزرگی رو روی تو میذاره. خداحافظ گاری کوپر یکی از کتاب‌های مؤثر بود. یک داستان کوتاه از اشتاینبک به نام مار. یک داستان کوتاه از امیل زولا به نام سنگر. و حالا همه کتاب ها تأثیرات خودشونو داشتن، اما توی مقاطعی اینا خیلی روی من موند، رو ذهن من موند و تأثیر داشت. حالا صد سال تنهایی که حتما کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد اون شکل ادبیات، و خیلی خیلی زیاده اگه بخوام بگم. اما مثلا از دیکنز، از بالزاک، از خیلی خیلی زیاده و اینا تو ذهنم الان که مربوط به خیلی سالهای دوره. کتابی هست که دلتون بخواد دوباره بخونین؟ مثلا الان که گفتین جان شیفته و صحبتی از جان کریستوف شد، دفعه گفتم چقدر دارم میخواد یه دفعه دیگه آدم بشینه چهار جلده رو با فراق بال. میدونید چون ما انقدر درگیر مشکلات و مسائل روزمره هستیم که به این فکر نمی کنیم. گاهی یک تلنگر لازمه، گاهی تداعی یک چیزی لازمه، که الان تو با شنیدن ژان کریستوف هوس کردی که دوباره این کتاب رو بخونی. ما این تلنگرها رو نداریم در زندگی روزمره، برای همین هی عقب میافت، اصلا تو ذهنمون نمیاد که بخوایم بهش فکر کنیم، به خاطر اینکه خیلی گرفتاریم. یه چیزی هم اینجا بگم راجع به حرف قبلیم که سوء تفاهم برای مردم نشه، که من ایرادی که داشتم اینه که چرا آدما کتاب نمیخونن، چرا موسیقی گوش نمیدن، چرا اینا، به خاطر گرفتاری هاست، به خاطر شرایط خاصیه که جامعه ما داره، درگیری های مردم، مشکلات و معضلاتشونه، که اصلا کتاب این وسط کجاست، اصلا موسیقی این وسط کجاست، اصلا یعنی ممکنه به من بگن آقا چی میگه، اصلا اینقدر گرفتاریم، اینقدر درگیریم که. اما همه اینا رو میدونم، اما در طول 24 ساعت روز با همه مشغله و گرفتاری که داریم میتونیم نیم ساعت کتاب بخونیم. 23 ساعت و نیم مال خودمون، به همه چیز میپردازیم، نیم ساعت کتاب میخونیم. اصلا یک کتاب 200 صفحه‌ای رو در 50 روز بخونید. روزی یه ربع وقت بذارید. روزی یه ربع خیلی زیاد. خیلی زیاد. آره. خیلی آره. زیاد میشه. یاد روزی یه ربع موسیقی خوب گوش کنید، یا روزی یه ربع شعر بخونید، یا آشنا شید، یا اصلا تاریخ بخونید، یا اصلا هر چیزی. سوء تفاهم نشه. این درک وجود داره که مردم انقدر گرفتارن و مشغله دارن و بی‌حوصله‌ان و انگار بی‌انگیزن یه جاهایی، اما این تنها کاری است که ما میتونیم به خودمون آرامش بدیم و به خودمون کمک کنیم و به جامعه‌مون کمک کنیم.
خاطر اینکه آگاهی میاره. روز یه رو آدم اینو اختصاص بده. اینو تو پرانتز گفتم که سوء تفاهم نشه. راجب کتاب میگفتیم، گفتم آثاری آره، که آره. بعضی از چیزهایی که یادم بود دوست دارم، ولی خب منم خیلی دلم خواست دفعه یه کتابی رو بگم چون گفتین اجازه هست. گفتم کاش من مهمان بودم، یکی ازم پرسید که این سوالو. موش‌ها و آدم‌های جانشتن بکم واقعا بر من خیلی کتاب تاثیر گذاشت. موش‌ها و آدم‌ها رو من بازی کردم و خیلی دوستش دارم. موش‌ها و آدم‌ها یکی از شاهکارهای تاریخ ادبیاته و من اون نقش لنی رو بازی کردم. اصلا لنیه دیگه. آره. داستان لنیه. آره. در واقع دیگه چیزی که به ذهنم میاد خیلی زیاده. مثلا رودین از تورگنیف که از کتابای تاثیرگذار بود. حماسه آلپ که از کتابای تاثیرگذار بود. چشمهایش علوی که از تاثیرگذارها بود. خیلی هن. حالا ممکنه مردم حوصله‌شون سر. توی رودین آدم‌ها جمع میشن دور هم و حرف میزنن، با همدیگه حرف میزنن و انگار کل مفهوم انسان و جهان توی این صحبت‌ها. اصلا خیلی جدید کل کتاب در حرف‌هایی که آدم‌ها درباره اعتقادات فلسفی دیگه پدران پسران تورگنیف فقط دوباره همین جوره که بازاروف در واقع دائم داره با بقیه صحبت میکنه و حرف میزنه. ارتباطتون با دنیای مجازی چطوره؟ ما یه سنتی که توی دنیا وجود داره و جاش خالیه، خیلی کم تو کشور ما، نمیدونم چرا، چون خیلی مهمه و خیلی لذت بخشه و خیلی همون مهمه واقعا، اینه که آدم ها بیوگرافیشون و زندگی نامهشون رو خودشون مینویسن و یا میدن به یکی بنویسه زیر نظر خودشون. نمیدونم چرا آدم های مهم تو مملکت ما کمتر بیوگرافیشون رو مینویسن و چقدر خاطرات، چقدر اطلاعات، چه زندگی های مهمی که در واقع ناگفته میمونن. شما هیچ وقت به فکر اینکه بیوگرافی خودتون رو بنویسید افتادین؟ من مثلا سال گذشته تصمیم گرفتم که از امسال این کارو بکنم، یعنی از کودکی ما بنویسم تا امروز رو. و کار مهمیه، نه به خاطر اینکه زندگی منه، نه، به خاطر اینکه 50 سال تاریخ ایرانه. چرا؟ چون تو چند لاین میتونم حرف بزنم. اجتماعی که توش بزرگ شدم، انقلاب، جنگ، هنر، موسیقی و و و خیلی چیزهای دیگه، یعنی میلیاردها خاطره گویی میتونه وجود داشته باشه که این خاطره ها وضعیت 50 سال گذشته ما رو به نسل بعد میگه که مثلا اینا چه شکلی زندگی میکردن، چه اتفاقاتی افتاده. در واقع تصویرسازی یک دورانه. به این دلیل مهمه، نه به این خاطر که زندگی منه. هر کسی میتونه جای من روایت کنه اگر دیده، به این دلیل. اما یک عزیزی شروع کرده به ساختن زندگی من مستند، یعنی از تا اونجایی که میشه، از کودکی، هر چیزی که در آرشیف وجود داره، تمام سریال ها، کارها، سینما، بخش موسیقی، بخش هر چی، و کاری که بخش عمدهش هم گفتگوه با خودم، هر آن چی که میخواستم بنویسم رو حالا میتونم بگم
و این مثلا ممکنه 6 تا سی دی 8 تا سی دی بشه. کاش هر دو بشه، کاش هم مکتوبش هم وجود داشته باشه. من چون میدونم آقای علی پروین شما رو خیلی دوست دارن و ممکنه این برنامه رو ببینن، امیدوارم ببینن، اینقدر دلم میخواد که یه روزی آقای پروین حالا با یک نویسنده زندگی نامه خودشونو بنویسن. چقدر خوندنی میشه. همه ما آقای پروین رو بسیار دوست داریم و بله این همه تجربه و این همه زندگی انگار یه دو تاریخ فوتبال و خیلی اتفاقا و وقع. آقای مدیری اگه بیوگرافیتون نوشته بشه اسمشو چی میذاری؟ فکر نکردم بشه، ولی الان میتونم بداهه بگم که مثلا یک زندگی کوتاه، چون به قول شاملو زندگی به طرز بی‌شرمانه ای کوتاهه. خیلی کوتاهه. آه از نهادم در آمد. و اگه قرار باشه که با یک شخصیت تاریخی، یه ایرانی یه خارجی دیدار بکنی، دوست دارید توی ایرانی ها در تاریخ ایران کیو ببینید و باش همسو؟ امیر کبیر. از اول تا این امیر کبیر. و غیر ایرانی کی؟ باخ. چه مجله میشه منم بیام ببینم با امیر کبیر و باخ چه سو باخ یه قطعه هم براتون بزنه یاشون، چقدر خوب میشه. خیلی خیلی متشکرم، خیلی دلچسب بود، خیلی شیرین بود. امیدوارم بازم دعوت ما رو قبول کنید بیاین و خیلی لذت ببریم. ما رسم برنامه‌مون اینه که سردیسی از یکی از بزرگان ادب فارسی به مهمان برنامه تقدیم می‌کنیم. نیما یوشیج. نداری؟ داشتیم، تموم شد. واقعا داشتیم. برنامه کتاب باز سردیس نیما یوشیج نداره. آخه ما 400مین برنامه‌مونه. خب هی بخرین بذارین. ما هی میخریم میزنیم. هوشنگ ابتهاج. نمیخوایم ادامه بدیم. چی داری؟ چی تو دست و بال موجود داریم؟ در واقع اگر که موافقین، ما فکر کردیم که چون برنامه آخرمون هم هست، من گفتم که آقای مدیری خیلی به مولوی علاقه دارن. اشتباه گفتن؟ نه. و من گفتم که معلومه که با به جای سردیس، به حال که اون دو تا رو نداشتیم، اون دو به جایش تندیس مولوی رو تقدیم بکنیم جبران میکنه. خیلی ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. به به به، چقدر زیبا. ارادتمندم. خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکرم. من اینو بذارم اینجا و یه عکس هم میخوام با شما بگیرم. بله. که رسم برنامه ما این بوده که ما یه عکس پاشم. خیلی ممنون میشم. چه دوربین بامزه ای. یکی داشتیم، یکی دیگه داشتیم خراب شد، اینو تازه خریدیم. خیلی هم عالیه. ولی از ایناست که فوریه و اینا. بله 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 بله. چقدر خوب. 3, 2, 1 میخواین دوتا بگیرم که بگیر. یکی هم برای شما. بله خیلی. آره 3, 2, 1 آقای مدیری خیلی متشکرم. آرزوی ما در برنامه کتاب باز اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن و بیشتر با هم حرف بزنن، همین چیزی که توی این برنامه هم دربارش صحبت شد. امیدوارم که این اتفاق بیفته و حال همه خوب باشه و بهترین آرزوها رو برای همه دارم. ارادتمندم. خیلی خوشحالم که آخرین برنامه فصل چهارممون در خدمت شما بودیم. بازم ممنونم. مرسی. و خدا نگهدار شما.